دولت آلمان بازنگری قانون مهاجرت را در دستور کار خودش قرار داده. به موجب این قانون افرادی که دست کم 5 سال از زندگی خودشون رو در آلمان میگذرونند و پرونده اقامتی اونها بلا تکلیف هست، میتونن با عقص اجازه 1 سال اقامت به دولت ثابت کنن که از شرایط لازم برای حق اقامت بلند مدت در آلمان برخوردارن. جزئیات بیشتر در گزارش سارا دماوندان. خب در رابطه با این قانون باید بگم بازنگری سیستم و قوانین مهاجرتی آلمان بیشتر درباره وضع اقامت آن گروه از مهاجرانیه که نوع اقامت اونها تحمل یا به زبان آلمان دولدونگه. دولدونگ معمولاً برای افرادی صادر میشه که پناهندگی اونها رد شده اما به دلایل مختلف نمیتونن به کشور خود بازگردن. این دلایل ممکنه شامل تهدید به جنگ یا دستگیری در کشور خود، بارداری یا بیماری جدی یا به دلیل تحصیل، آموزش یا کار در آلمان باشه. با این حال از نظر قانونی اونها همچنان در خطر ترک کشور و اخراج قرار دارن. دولت آلمان امیدواره با توجه به این قانون به بیش از 130,000 مهاجری که در بلا تکلیفی قانونی گرفتار شدند به عنوان بخشی از اصلاحات اساسی در سیستم مهاجرت آلمان فرصت اقامت دائم رو بده. نانسی فایزر وزیر کشور در توییتر نوشت که ما یک کشور مهاجرتی متنوعیم. اکنون می‌خوایم به یک کشور ادغام بهتر تبدیل بشیم. ریم آلابالی رادوان وزیر دولت در امور ادغام دولت فدرال آلمان هم این قانون رو پلی برای زندگی بهتر عنوان کرد و گفت که این قانون میتونه آلمان رو به یک کشور مهاجر مدرن تبدیل کنه و اولین قدم دادن شانس اقامت به افرادیه که بیش از 5 ساله که در اینجا زندگی میکنن. با توجه به نیاز آلمان به نیروی کار، آیا این قانون میتونه شرایط کاری این کشور رو بهبود ببخشه؟ کمبود نیروی کار در آلمان به تهدیدی برای اقتصاد این کشور تبدیل شده. به خاطر همین دولت قوانین جدیدی رو برای تسهیل هرچه بیشتر قوانین مهاجرتی به اجرا گذاشته. مهمترین این قوانین دادن فرصتی به افرادیه که بیشتر از 5 سال اقامت اونها در آلمان تحمل شده. این افراد یک سال فرصت دارن که ثابت کنن میتونن زبان آلمانی به خوبی صحبت کنن و هزینه هاشون رو مستقل از دولت تامین میکنن و به این وسیله شانسی دارن برای گرفتن اقامت طولانی مدت در آلمان. همینطور برای نیروی کاری که وارد آلمان میشه روند بررسی مدارک و صدور اجازه کار سرعت میگیره. به این وسیله دولت میتونه بخشی از کمبود نیروی کار رو که در این سالها باهاش مواجه هست جبران کنه. خب این قانون با انتقاداتی هم همراه است. الکساندر ترامپ سخنگوی سیاست داخلی اتحادیه دموکرات مسیحی گفته که برنامه‌های دولت انگیزه‌های زیادی برای مهاجرت غیرقانونی به آلمان ایجاد می‌کنه و علاوه بر اون ائتلاف با این ابتکار قانون پناهندگی رو تضعیف می‌کنه. دولت آلمان در طی چند ماه گذشته به دفعات اعلام کرده که به دلیل تغییرات جمعیتی نیروی کار در آلمان رو به اتمام و باید در قوانین مهاجرت برای جبران این کمبود تغییراتی لحاظ بشه. سارا دماوندان، صدای آمریکا، هانوفر آلمان.